با نام خدا و سلام بر شما با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای محمد عمر نهزد رئیس حزب آما اینجا در استیدیو و آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستند و در رابطه به برگزاری نشست بین المللی تاشکند در مورد افغانستان بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای نوزاد اجازه بدین در نخست با شما آغاز بکنم. قرار است که یک نشست بزرگ بین المللی در رابطه با افغانستان در تاشکند برگزار شود. نشست های زیاد درباره افغانستان برگزار شده اما متاسفانه یک نتیجه قابل توجه و ملموس را در صحنه سیاسی افغانستان تا اینجای کار نداشته. به نظرتون تمایز این نشست چه خواهد بود؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، بادای احترام به شما، مهمان محترم در بس، کارمندان بشتخی تلویزیون و هموطنان در دیده. هرچندی که از هر نوع نشست و گفتمانی که چه در سطح ملی باشه، بین ملی باشه و بستر به یک روزنه امید به منظور ختم بحران دامنه‌دار افغانستان ایجاد بکنه، ما استقبال کردیم و استقبال میکنیم. ولی زمان میتونه تاثیر گذار باشه نشستا، چه نشست در سطح ملی باشه چه در سطح بین ملی باشه، که اجندای در قدم اول اجندای مشخص و معدد داشته باشه که پیرامون چه مسائلی نشست صورت میگیره، بوران چگونه بوران. وزیر خارجه ازبکستان نگرانی خود را ابراز کرده که در شرایط حساس فعلی افغانستان کم کم جام جهانی داره افغانستان را فراموش میکنه و نباید این گونه شود. دو سوال اساسی وجود داره. یک این که آیا واقعا افغانستان در حالت فراموش شدن قرار داره و جامعه جهانی دیگر علاقمند به قضای افغانستان نیست؟ و سوال دومی که کشورهای همسایه افغانستان وقت همچون نشست هایی را برگزار میکنن، ما شاهد ازی بودیم که پاکستان هم یک نشست برگزار کرد، ایران برگزار کرد، ترکمنستان برگزار کرد، اینا چه تغییر میتونن در وضعیت افغانستان به وجود بیارن؟ خب ببینین، اولی که نگرانی که کشورها در سطح کشورهای همسایه و منطقه وجود داره حق به جانب هستند. دالبری که داره افغانستان تا 9 ماه هست که بیشتر از پیش به طرف بی‌ثباتی اجتماعی میره. بی‌ثباتی اجتماعی در افغانستان در جمع دیگر بی‌ثباتی هایی که در اساس سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی ما داریم، این میتونه بیشتر تاثیرگذار بر اوضاع امنیتی کشورهای همسایه و منطقه باید باشه. اونا میترسن که این بی‌ثباتی افغانستان سرایت نکنه در کشورهای همسایه و منطقه چنانچه در گذشته، چون جنگ افغانستان، بحران افغانستان، بحران نیابت استخباراتی است. دقیقاً که وقتی که مثل ویروس واری است، بحران استخباراتی نیابتی ویروسی است که میتونه همون شکلی که ما را تار مار کرده دیجا، میتونه کشورهای همسایه ما را هم تار مار بکنه، ثبات اجتماعیشون بر هم در هم بخوره. از او خاطر است که نگران هستند. یک مسئله. گپ دومی که بعد از خروج آمریکا از افغانستان که در گذشته گفته میشد به خاطر مار ساختن بی‌ثباتی اجتماعی آمریکا در افغانستان آمده و خاطر نابودی توریستا در افغانستان آمده که نمیگذاره از طریق توریستا کشورهای همسایه و منطقه و جهان نظم جهانی بر هم در هم بخوره. باید وقتی که آمریکا از افغانستان خارج شدن، این نگرانی در اکثر کشورهای همسایه و منطقه بیشتر شد. دالبری که در افغانستان ثبات به وجود نیامد، آمریکا غیر مسلمان افغانستان برآمدند، در اینجا نو مصپری شد. امارات اسلامی نتونست که با مردم افغانستان کنار بیا، نتونست با جهان کنار بیا، تا نو ما حکومت افغانستان جهان به رسمیت نشناخت، با استثنای چند کشوری که با دو شیوه که کشورها میخوان بر رسمیت بشناسند، به شکل دو جور و دو فاکتو، چند کشور به شکل دو فاکتو یورا بر رسمیت شناختن، این معقد بر رسمیت شناختن که فقط ثبات اجتماعی افغانستان حفظ شود، بی ثباتی در کشورها سرایت نکنه. از این خاطر است که جهان نگران هستند و این تا زمانی نگرانی ها پایان پیدا میکنه که نسخه شفا بخشی را ما به خاطر ختم بحران افغانستان تنظیم و ترتیب داخل کشور نکنیم و تضمیناتی را به کشورهای همسایه منطقه ما ارائه نکنیم، تضمین حقوقی درستی را که واقعا کارشیوه رفتاری ما را در سطح بین‌المللی کاملا مسجل بسازه که کارشیوه رفتاری حکومتداری مناسب مطابق به خاطر نظم نوین جهانی همون تو یک کارشیوه است. ما هنوز نتونستیم کارشیوه رفتاری تنظیم کنیم. کشورهای همسایه و منطقه نگران هستند. از این خاطر است که هر کدام کوشش میکنند در میوه منافع ملی خودشان پروای ما ندارند، به خاطر حفظ ثبات کشورهای خودشان نشستهایی را به میل خود برگزار میکنند، اجندایش به درد خودشان میخوره و درد ما نمیخوره. بسیار تشکر آقای کارمند، شما را به بحث خوش آمدید میگم. چقدر با گفته وزیر خارجه ازبکستان موافق هستین که افغانستان کم کم داره از نظر دنیا فراموش میشه؟ درود و احترام دارم خدمت شما احمدی عزیز، خدمت مهمان شما، خدمت همکاران تکنیکی شما، یک سلام گرم برای مردم رنجیده و دردیده افغانستان عرض میکنم.
ببینین افغانستان از امروز نیست که فراموش شده برای جامعه جهانی. افغانستان نیم قرن است که فراموش شده و افغانستان متاسفانه در نیم قرن گذشته یک ابزار بوده به خاطر جنگ‌های نیابتی که در این منطقه و در افغانستان جریان داشته. ما اگر در دوره جنگ سرد ببینیم و اگر امروز ببینیم 20 سال حضور آمریکا یا در افغانستان، نه شرق و نه غرب به خاطر از این به افغانستان نامده بودند که افغانستان باید آباد بکنند، در افغانستان یک دولت درست ایجاد بکنند، در افغانستان پای اساسی کو قانونیت و عدالت و دموکراسی از او را به وجود بیارند و افغانستان گذار بتن از جنگ و صلح. متاسفانه همیشه چنین بوده و امروز هم چنین هست. امروز اگر ازبکستان صدا را بلند میکنه که افغانستان فراموش شده، ایرا باید با صراحت باید بگوییم که نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای دیگر، کشورهای جهان، کشورهای قدرتمند جهان من جمله روسیه، آمریکا، هر کدام از اینا در افغانستان در پای منافع خود بودند و منافع خود هستند. ما در طول 9 ماه گذشته شاهد نشست‌های کلانی در مورد افغانستان بودیم. نشستی در هندوستان بود، نشستی در پاکستان بود، ایران، روسیه، نروژ، به می ترتیب یک نشستی بود در اتحادیه اروپا. همه این نشست‌ها را اگر ما ببینیم، در همه این نشست‌ها ما نتونستیم به یک راه حل و معقولی در مورد افغانستان برسیم. آنچه که ازبکستان در ماه آینده پلان کرده، ما فکر می‌کنیم برای ازبکستان، خب ازبکستان اول خود او حدی نیست که صدای ازبکستان جهان بشنوه و ازبکستان حمایت بکنه، به خاطر از اینکه اونا دو مسئله که در این نشست مطرح کردن، یکی وضعیت اقتصادی بد افغانستان و دوم کم توجهی جهان نسبت به افغانستان. ولی من فکر میکنم ازبکستان چون در حوزه امنیتی روسیه زندگی میکنه، یک جای با تاجکستان، اینا تشویش‌های خود از جنوب کشور خود که افغانستان است هنوز دارن و برای روسیه که امروز در جنگ با اوکراین مصروف است، افغانستان همچنان مهم است. نه به خاطر از اینکه در افغانستان یک تغییر مثبت به نفع مردم افغانستان بیاید، نه به خاطر از اینکه در افغانستان اینجا عدالت تامین شود، در افغانستان یک حکومت مشروع ایجاد شود و آزادی های فردی و اجتماعی، اینا همه شعار است. بر اونها مسئله امنیت خودشان مطرح است که در جنوب روسیه، در جنوب ازبکستان، در جنوب تاجیکستان چطور میتونن امنیتشان تامین شود. اما از لحاظ از اینکه در افغانستان حکومت هنوز مشروع وجود نداره و طالبا در قدرت هستند که طالبا هنوز در لست سیاهی ملل متحد به حیث گروه تروریستی مسمى هستند و همچنان خطراتی که از جانب داعش وجود داره که داعش هم فکر میکنم ساخته و باخته بافته امین کشورهایی هست که متاسفانه جنگ نیابتی رو در افغانستان ادامه دادن و امروز چیزی به نام دیروز به نام طالب وجود داشت، امروز به نام داعش وجود داره. به این خاطر من تاکید من به این است که اینجا بیشتر منافع این کشورها خودشان، منافع امنیتیشان مطرح است و اگر صدای به خاطر مردم افغانستان بلند میشه، این صدا را باید در تفاهم، در همکاری و در هماهنگی با مردم افغانستان و نخبگان افغانستان راه اندازی شود. بله، شاهد از این بودیم که همسایه های شمالی افغانستان مثل ازبکستان و تاجیکستان که شما به او اشاره کردین شدیدا نگران وضعیت افغانستان و تقویت شدن گروه های تروریستی در اینجا هستند. چند پیش ازبکستان یک رزمایش نظامی را در مرز با افغانستان انجام داد، به دلیل از اینکه گفته می شد گروه داعش از افغانستان بالایشان حمله کرده. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به نظرتان این کشورهای همسایه های شمالی افغانستان که بر اساس گفته شما در حول امنیتی روسیه زندگی می کنن، عکس العملشون چه خواهد بود؟ ببینید در داخل افغانستان ما هنوز هم شاهد گروه های مختلف تروریستی هستیم. اینا به نحو از آنها دیگه فعالیت میکنن. ولی اگر ما مشخص داعش بگوییم، داعش در او حد نیست که بتونه مشکلی برای ازبکستان یا تاجیکستان ایجاد بکنه. ولی شما بخواین نخواین، برنامه کلانی که از گذشته های دور وجود داشت در آغاز جنگ سر تا امروز که افغانستان یک وسیله قرار گرفت، ابزار قرار گرفت، به خاطر همی بود که چطور میتونه ناتو، غرب، امریکا، افغانستان استفاده بکنه به مسابقه یک وسیله فشار علیه روسیه و علیه کشورهایی که در آسیای میانه قرار دارن. امروز هم اگر شما جنگ اوکراین ببینین، اگر امریکایی ها که اوکراین یک منطقه هست، یک وسیله هست بین جنگ روسیه و امریکا، اگر امریکایی ها در اوکراین شکست خود بپذیرن، جای دیگه که میتونن استفاده بکنن علیه روسیه و افغانستان هست. همچنان
روسیه توجه داره که چطور میتونه افغانستان به مثابه یک نقطه مهم امنیتی در جنوب خود حفظ بکنه. آنچه که ازبک‌ها در ازبکستان خواستن یک برنامه کلان نظامی را اجرا بکنن، این خودش یک نمایش قدرت است و نمایش به خاطر از این است که نشان بدن برای دولت مردای افغانستان که ما در اینجا حضور داریم، از منافع خود، از کشور خود دفاع میکنیم. ولی متاسفانه بدبختانه این طرف قضیه افغانستان هست، هنوز در افغانستان یک حکومت باثبات و مشروع ایجاد نشده که بتونه ثبات سیاسی و اقتصادی رو در افغانستان تامین بکنه. نبود ثبات سیاسی در افغانستان همین خودش وسیله شده که امروز افغانستان هر کشور، هر نقطه جهان کوشش میکنه از نام افغانستان استفاده بکنه و منافع خود مطرح بکنه. و آنچه که نشست کمی لحظه مطرح شده که در اواخر ماه جون در ازبکستان سازماندهی شد، من پیشترم عرض کردم که بازم این منافع امنیتی و آقای کارمند، اما سوال دیگه که اینجا وجود داره او یه است که فکر میکنین کشورهای همسایه افغانستان که اکثر آگاهان به این باور هستن که امنیت و ثبات به نفعشان نمیتونه باشه، روسیه مایل به این باشه که یا تلاش بکنه عملا که ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان تامین شود؟ ببینید، برای روسیه، برای ازبکستان، برای تاجکستان، برای کشورها من جمله طرف دیگه امریکا و ناتو و غرب، ثبات امنیت در افغانستان به این معنی هست که یک نظام در اینجا ایجاد شود که منافع این کشورها را در این منطقه تامین بکنه. اگر منافع از اونها را تامین نکنه، همچنان به طرف ایران، به طرف هند، به طرف پاکستان شما ببینید، این کشورها در طول تاریخ، در طول 43 سال جنگ افغانستان، این جنگ نیابتی که در افغانستان پیش رفت به خاطر منافع امنیتی و منافع خودشان بوده. اگر روسیه در افغانستان یک حکومت ایجاد شود که منافع روسیه را تامین نکنه، شما بخواهید نخواهید روسیه در اینجا سیاستهایی را پیش میبره که صلح و آرامش در افغانستان به وجود نیاید. همچنان آمریکایی ها، شما در دهه 80 دیدین که در افغانستان یک حکومت وجود داشت، یک نظم وجود داشت، ولی جهان، ناتو همش آمدند در ایران و پاکستان سنگر گرفتن علی افغانستان و خواستند که بحران سیاسی و نظامی و امنیتی را در افغانستان ایجاد بکنند، که ایجاد هم کردند. و این به خاطر منافع خودشان بود، نه به خاطر از اینکه اینا بخواهند در افغانستان یک ثبات سیاسی ایجاد شود. 43 سال جنگ افغانستان، تغییراتی که در سال 1992 به وجود آمد، تغییرات اخیری که در آگوست 2021 به وجود آمد، همش نشان دهنده از این است که این کشورها منافع خود در درون افغانستان در منطقه میپالند و مطابق منافع خود اجرا میکنند. متاسفانه مردم افغانستان و افغانستان یک ابزار بوده، یک وسیله بوده و قربانی شدن به خاطر جنگ سرد، قربانی شدن به خاطر منافع کشورهای بزرگ من جمله شرق و غرب. ممنون آقای کارمند. آقای نوزد، با در نظر داشت صحبت هایی که با آقای کارمند داشتن، آیا فکر میکنه امارت اسلامی در افغانستان حکومت باشه که بتانه منافع روسیه و کشورهایی که در حول از او قرار دارن را در افغانستان تامین بکنه؟ باور من این است که بعد از خروج امریکایی از افغانستان قواعد بازی تغییر خورده، به خاطر استمرار نظم نوین جهانی، طور از یک طرف جهان به چند قطبی شدن نیاز پیدا کرده، روشن شد که بعد از ختم جنگ سرد جهان یک قطب نمیتونه نظم نوین جهانی را به وجود بیاره. زیر سوال برد یک سر نظریات و مفکوره هایی را که پایان تاریخ کمونیسم است و پایان تاریخ بورژوازی است و پایان تاریخ تمدن گفتگوی تمدن های اسلامی است که رئیس جمهور ایران مطرح کرد. این جنگ در عراق، جنگ در افغانستان، جنگ در اوکراین در آخر ثابت ساخت که این نظریات اکثرشان میانتی خواهد بود که پایان تاریخ در این مراحل نخواهد بود. در اینجا نظم نوین جهانی هم بستگی با این تئوری ها نداره. روشن شد که بطور نظم نوین جهانی بستگی با اساس بازی های دیگه داره که قواعد بازی با تغییر بخوره. امروز ما میبینیم که بعد از خروج امریکایی ها به خاطر دستیابی به منافع و منافعشان در حوزه هایی که منافع دارن، منابع وجود داره، اونا کوشش میکنن که یارگیری های جدید بکنن. همونش که امریکا مصروف یارگیری های جدید است، اتحاد های جدید به وجود میخواه بیاره در سطح منطقه، روسا هم که کشور همتایش از دروجه چین های هم هستن، اینا هم مصروف یارگیری های جدید هستن. پس همین نزدیکی های اخیر امارات اسلامی با چین و روسیه هم میتونه بخش از این برنامه یارگیری دقیقاً باشه. دقیقاً وقتی که با قدرت های بازیگرای اصلی مصروف یارگیری ها هستن، که بازیگرای فرعی هم کوشش میکنن که یارگیری های کوچک در سطح کشورهای همسایه منطقه در زیر نظر خود داشته باشن. روی این ملحوظ زمان میتونه امارات اسلامی تاثیر گذار بر وضعیت باشه، با توجه به وضعیت موقعیت جیوپولیتیکی جیوستراتژیک افغانستان که افغانستان واقعا عایز اهمیت است، هم برای شرق دیروز،
انبر غرب حائز اهمیت هسته این میتونه زمانی میتونه که واقعا ما یک نظام کارآمدی داشته باشیم یک نظام پاسخگو داشته باشیم یک نظامی که تمام لایه‌های اجتماعی در تصمیم گیری در چوکات و نظام در سطح ملی بین‌المللی وقتی که ما تصمیم میگیریم شریک باید باشن یعنی وحدت به معنای واقعی کلمه در افغانستان شکل بگیره معنادار وحدت به وجود بیاد تا چرا به خاطر چی که ما نیاز به وحدت داریم برای اینکه بحران افغانستان ناشی از افتراق اجتماعی است وقتی که ما لابراتوار میکنیم تجزیه میکنیم تحلیل میکنیم بیان میکنیم که بحران افغانستان از جنس جنگ از جنس نیابتی استخباراتی دامنه‌دار و پیشینه تاریخی داره و ناشی از افتراق اجتماعی سیاسی است افتراق اجتماعی را حکومت‌های حکام به مسائل دیروز که پاسخگو نبودن شکل دادن بنان نسخه شفا بخش ما وحدت معنادار ملی باید باشه ما به سجال در کنار موضوعات داخلی هر تصمیم که ما بگیریم یا نگیریم به همین یارگیری قدرت‌های منطقه‌ای را که شما به او اشاره کردین اگر ما بیشتر نزدیک میشیم با روسیه که مشخصا آمریکا علاقمند از این نیست و برخلاف منافع روسیه در منطقه عمل میکنه وضعیت افغانستان چنو خواهد بود حداقل با این نزدیکی‌هایی که صورت میگیره این نزدیکی‌ها معنادار نیست به درد ما نمیخوره در میبره منافع ملی ما نیست اگر ما واقعا تو میخواهیم که وطن خود آباد بکنیم میخواهیم که ما نقشی را در یارگیری ها بازی کنیم نقش اساسی را واقعا در میبره منافع ملی خود نقش بازی کنیم اول خود باید بسازیم اول خودسازی باید بکنیم اول ما از جغرافیای خود تعریف بدیم از منافع ملی خود تعریف بدیم از سیاست داخلی خارجی خود تعریف بدیم که نی سیاست داخلی ماست اینی سیاست خارجی ماست و اینی هم کارشوه رفتاری ما در سطح ملی است اینی هم کارشوه رفتاری ما در سطح بین‌المللی است با اینی شرایط ما میخواهیم که تعامل بکنیم با در داخل کشور با سایر جوامع در سطح کشورهای همسایه در سطح کشورهای منطقه او وقت است که ما میتونیم امتیاز گیری درستی بکنیم از شرق هم از غرب هم با توجه به اینکه افغانستان عایز اهمیت بر همه ایشان هستند روی تا زمانی که ما متوجه خود نشیم اگر ما متوجه گپای فرعی باشیم خود در پوست مصوب بسازیم پشت گوشت هستی نگردیم یقیناً که مشکلات ما بیشتر میشه چنانچه تا نو ما کارهایی را که طالبان نباید میکردن کردن و کارهایی که باید میکردن که حیاتی بود او را نکردن وقتی که او را نکردن امروز تاوانش مرده به افغانستان میپردن سر تشکر آقای کارمند حالا پس از نو ما به سرنوشتی سیاسی در افغانستان میتونیم امیدوار باشیم با تلاشایی که کشورهای منطقه مخصوصاً ازبکستان داره انجام میده شاهد یک تغییر قابل توجه باشه به هیچ صورت نمیتونیم امیدوار باشیم به خاطر از اینکه تا زمانی که ما مشکلی یا بحران کلان اساسی سیاسی و اقتصادی در درون افغانستان هست و حل نکنیم ما به طرف هیچ نوع امیدواری نمیرسیم نو ماه گذشته نشان داد که حکومت سرپرست طالبان متاسفانه اینا موفق نبودن اینا نتونستن به مشکلات اساسی که خواست مردم افغانستان نتونستن برسن تا یک ثبات به ما هرگاه افغانستان که از لحاظ سیاسی با ثبات ایجاد نکنیم هرگاه یک نظام درست اینجا ایجاد نکنیم یک حکومت پاسخگو که منافع مردم افغانستان را تامین بکنه ایجاد نکنیم تا زمانی که حقوق شهروندی مردم افغانستان را رعایت نکنیم تا زمانی که برای زن و برای مرد برخورد جنسیتی خود دور نکنیم و یک تفاهم و یک همکاری بین همه ایجاد نکنیم و برای زن و مرد حق اولیت ندیم ما به هیچ صورت نمیتونیم با کشورهای منطقه و جهان در یک تفاهم و یک تعامل درست برسیم نو ماه گذشته نشان داد که هیچ کشور به شمول پاکستان که همکار و رفیق بسیار نزدیک طالبان بودن و به کمک از اونها به قدرت رسیدن پا طالبان رو به رسمیت نشناختن برای اینکه خواستایی که مردم افغانستان داره ما به این ترتیب من فکر میکنم که اگر ما به این منوال پیش بریم نه تنها که ما بیشتر دامنگیر بحرانهای کلان دیگه هم میشیم بلکه افغانستان بیشتر و بیشتر در یک انزوای داخلی و خارجی قرار میگیره و او در اوج هست که مردم افغانستان متاسفانه بیشترین قربانی رو همچنان که در 43 سال جنگ دادن امروز باز هم مردم افغانستان متقبل میشن و حکومتی که فعلا وجود داره متاسفانه نمیتونه گوش شنوا و چشم بینا بر از این نداره که بتونه امی فهرست خواستای مردم افغانستان رو برش پاسخ مثبت بده بله اما حالا فرض کنیم که در داخل تغییر نمیآید تصمیم قابل توجه مبنی بر کسب مشروعیت داخلی از مردم افغانستان صورت نمیگیره عکس العمل دنیا چی خواهد بود آیا افغانستان به حال خود رها میکنه خب یک چیز باید ما باورمند باشیم که وضعیتی که در درون افغانستان آمده برالو عوامل داخلی که متاسفانه جمهوریت کاذب نتونست درست فعالیت بکنه عمل بکنه با چله
647 کشوری که در اینجا حضور داشت با میلیاردها دلاری که اینجا آمد با یک حکومت با یک جمهوریت کاذب متاسفانه هم خود فریب دادن هم جامعه جهانی رو و هم افغانستان به طرف بحران بردن. ولی طرف دیگه قضیه بحران افغانستان جامعه جهانی است. 46-47 کشور جهانی به شمول ناتو و امریکا در افغانستان آمده بودن. اینا برای ما شعار دادن که ما تروریسم در افغانستان از بین میبریم. ما در افغانستان کوشش میکنیم که دولتداری بکنیم، دموکراسی رو بیاریم، عدالت بریم. از قانونیت اینا صحبت میکنند در افغانستان. ولی کجا شد؟ اینا بالاخره تفاهم کردن با طالبان و کنار زدن جمهوریت کاذب و رفتن به طرف طالبان. یکی از مقصرین اساسی وضعیت موجود افغانستان همین کشورهای بیرونی هست. اگر در 43 سال گذشته افغانستان ببینیم، ما پیشترم خدمت شما عرض کردم، یک بار دیگر تکرار میکنم که هم کشورهای همسایه، هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهان، اینا دلشان به خاطر انسان افغانستان نسوخت. دلشان به خاطر از این نسوخت که افغانستان از این بحران کلان، از جنگ و از مصیبت نجات پیدا بکنه. اینا در پی منافع خود بودن. امروز هم جهان متاسفانه که نسبت به افغانستان، همونطور که در سالهای 1992 افغانستان ترک کردن و بی‌توجهی کردن، در 20 سال گذشته همچنان چنین سیاست پیش بردن و امروز هم کمتر علاقمندی نشان میدن که افغانستان از این بحران نجات پیدا بکنه. اگر اینا علاقمندی می داشتن، همین تغییر سیاسی اگست 2021 به هیچ صورت در افغانستان ای انجام نمی یافت و نتیجه بی‌توجهی، نتیجه عدم شفافیت این کشورها در مناسبات با مردم افغانستان و در مناسبات با افغانستان بوده. ولی طرف دیگه هم چی است؟ طرف دیگه ای است که متاسفانه در 20 سال گذشته افغانستان ما سیاستمدارای وطن پرست در درون افغانستان نداشتیم. سیاستمدارای نداشتیم که منافع انسان افغانستان برشان بالاتر باشه. اینا در فکر جیب خود بودن. اینا تیکه‌داران قومی و زبانی و سمتی و محلی بودن. اینا انسجام ملی را از بین بردن. اینا هم دیگر پذیر را از بین بردن. اینا نفاق بین اقوام و زبانهای افغانستان به وجود آوردن. اینا افغانستان پارچه پارچه و تکه تکه کردن و امروز خودشان با پولهای گزاف و کشورهای مختلف پناه بردن. ما یک چیز دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که چرا غرب اینا مقصر هستن. همونایی که در افغانستان در 20 سال گذشته افغانستان جفا کردن، خیانت کردن، خیانت ملی انجام دادن، با پول گزاف افغانستان ترک کردن، بیرون شدن، همونا امروز در پناه کشورهای غرب و کشورهای ناتو به سر میبرن، زندگی بسیار خوب دارن. حتی به اینا فرش سرخ عوار میشه که اینا در بعضی از دانشگاه ها بیاین سخنرانی بکنن و از منافع مردم افغانستان صحبت بکنن، در حالی که اینا باید به محاکم بین‌المللی کشانیده شوند و اینا جابده باشن به خاطر خیانت و جنایتی که به حق انسان افغانستان به خصوص کودکان و زنان افغانستان انجام دادن. بسیار تشکر. آقای نوزاد، حالا جامعه جهانی هم در طول 20 سال گذشته در حضور استراتژیکشان در افغانستان سیاست‌های صادقانه را در مقابل مردم افغانستان و حکومت‌هایی که اونا حمایت می‌کردن نداشتن و بر اساس گفته آگاهان یک سیاست کجدار و مریض را در مقابل حکومت افغانستان پیش می‌بردن. حالا مسئولیت اخلاقی هم دارن که باید به بحران افغانستان رسیدگی بکنن، اما با این حال فکر میکنین که هنوز هم مجال وجود داشته باشه که بتونن افغانستان از انزوای سیاسی موجود بیرون بکشن؟ تشکر. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، در رابطه با یک نظری که آقای کارمند داشتن میخوام بپردازم که در افغانستان طی 46 سال اخیر مشخصتر اگر پرش بکنیم، دقیقا که سیاستمدارای با مسئولیت و پاسخگو وجود داشتن ولی در ساختار نظام نبودند، حزب سیاسی شده بودند. کسایی که در ساختارهای حکومت‌های 46 ساله بودند، به نام چپ و راست آمدند با شعارهای کجدار و مریض، اونا به مسئولیت بودند، پاسخگو نبودند به مردم افغانستان. ولی ما در افغانستان احزاب هدفدار سیاسی دارای برنامه هم داشتیم، نخبگانی هم داشتیم، سیاستمدارای هم داشتیم که دارای برنامه و دارای طور واقعا اهداف ملی بودند، با اندیشه و افکار ناسلم ملی عمل میکردند نه ناسلم قومی. در اینجا ولی حزب سیاسی بودند که تاسیس شد و که در افغانستان سیاستمدارای بودند، هم در داخل هم خارج هست، هنوز هم هستند.
وجود داره. اما داخل... چیزی که قابل توجه است اگر بودن یا نبودن خب. تاثیر قابل توجهی نداشت. دقیقاً وقتی که حزب سیاسی باشه مجال برای اجرا نشه، حکومت و حکومت مزدور باشه، نه حکومت مزدور مجال بده نه بادارش مجال بده، چون منافع بادارای حکومت‌های مزدور از طریق مزدورا و اعمالشان تامین میشه، نه از طریق اعضا و هدفدار سیاسی، چون اعمالش هست، ابزارش هست که از او استفاده میکنه، که ربطی به سوال شما هم داره. خب حکومت‌ها وقتی که شکل گرفت یقیناً حکومت‌ها حکومت‌های وابسته بودن. در طول تاریخ به استثنای یک دو سه حکومتی که نیمبن ما مستقل داشتیم در تاریخ افغانستان، در 270 سال تاریخی که اگر ما از زمان احمد شاه عبدالی تاریخ بگوییم گذشتهش پرش بکنیم، زمان گذشته را بگذاریم که زمانی که افغانستان شده، خب ما حکومت‌های بی مسئولیت داشتیم، پاسخگو نداشتند، چون اکثرشان وابسته به غیر بودند. وقتی حکومتی که وابسته به غیر باشه مطابق فرمان بادارش عمل میکنه، منافع کشوری که او را ساخته و تنظیم کرده و آبشخورش همون کشور است، منافع او را تامین میکنه تا منافع کشور خودش، تا منافع ملیش. روی این ملحوظ این به ما تعلق داشت که ما چگونه پروپوزال تنظیم میکردیم، چگونه ما میتونستیم برنامه کاری ملی تنظیم کنیم، در اختیار کشوری که ما را ساخته بود، ایجاد آورده بود، میدادیم که با این شرایط معذر هستیم غلامی تو را قبول بکنیم. وقتی که ما خود ما برنامه داشته باشیم، برنامه تیمی، حتی برنامه قومی نبوده، بسیاری کسا متهم میکنن نظام های قبیله که نظام های قومی بودن، نظام غنی چنان نظامی بوده که حتی ترجیح قوم نمیداد. امروز قوم پشتون مربوط به آقای غنی نبوده که از او نمایندگی بکنه، فقط به شکل تیمی عمل میکردن، یک تیم مزدور، یک تیم غلام، یک تیم وابسته، یک تیمی که با از تو روش انسان انسانی انسانیت هم نمیدانه، فقط جیب خودم میشناختن و تا آخر هم ثابت به شکل دیگه اونا به مسئولیت بودن. روشن پس که هیچ کشوری به خاطر منافع دیگه کشور در بازی ها شرکت نمیکنه، هر کشور در میوه منافع ملی خودش بازی میکنه، همه کشورها. اگر افغانستان هم از باد ما نظامی داشته باشیم که در میوه منافع ملی ما به منابع و منافع دسترسی پیدا بکنه، تمام کشورهایی که در افغانستان حضور فیزیکی داشتن، چه در زمان روسا آمدند اینجا، چه ما قبل روسا انگلیسا بودن، چه در گذشته که حرکت های دیگه که چنگیز بود، مغول بود، اسکندر مقدونی بود و امروز هم که 20 سال آمریکا در افغانستان بودن، همه یا در میوه منافع ملی خودشان عمل کرد و عمل میکرد و امروز هم کشورهای همین کشورهایی است که افغانستان در آینده های نزدیک شاهد ثبات سیاسی و امنیتی باشه. ما باور ندارم که کشورها تا زمانی که منافع خودشان، کشور دخل در قضیه افغانستان، تا زمانی که منافع خودشان تضمین نشه به هیچ وجه اونا مجال نمیتن که ثبات در افغانستان به وجود بیاد. منافع امریکا در حوزه ما چی است؟ امریکا در سه نقطه در جستجوی منابع منافع است: شرق دور، شرق میانه، جنوب آسیا و قلب آسیا. این نقاط است که عضوگیری از همیجا میکنن، یارگیری از همیجا میکنن، از همیجا تشنجات آغاز کن و آغاز میکنن، معاملا میبینیم به شکل دیگه. منافع امریکا و متحدین امریکا در این اوضاع چی است؟ میخواید که از همین مسیر افغانستان، از همین قلب جنوب آسیا به آبای سرد دسترسی پیدا کنه. استراتژی قبل از جنگ سرد است، زمان جنگ سرد است که میخواید که به اونجا دسترسی پیدا کنه. منافع روسا چی است؟ منافع روسا است که از همین مسیر یارگیری کنن، عضوگیری کنن، بتونن با آبای گرم خود برسونن. همین منافع است. وقتی که منافع همی است، تا زمانی که منافع تامین نشه یا لااقل نظم نوین جهانی در چوکات از طریق ملل متحد بشه که یک حکومت جهانی شکل نگره از طریق ملل متحد، حکومت جهانی که دارای کابینه داشته باشه، دارای ارکان باشه که 3-4 تا رکن داشته باشه، هم رکن حکومتی داشته باشه، مقننه داشته باشه، قضایی داشته باشه و هم رکن چهارم که مطبوعات داشته باشه، تا زمانی که حکومت جهانی از نظر ما و شکل نگره که بتونه نظم نوین جهانی را شکل بده، یا را به جایش بشانه، این کشورهایی که حق ویتو را دارن این کار را کردن و این کار را میکنن به خاطر منافع خودشون، این کار را میکنن برای افغانستان ثبات نمیخواین، مگر اینکه ما خود ما عقلی بکنیم، خود ما بتونیم واقعا ثبات خود با ترد کردن این قدرت ها، این کشورهایی که مقرد هستن، ما خود ما در قدمی اول ثبات نسبی به وجود بیاریم. سرت شکار ادامه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. بدومه یه تحول خوش آمدین. آقای کارمن، قرار است که یک نشست بزرگ در کابل زیر نام مجموعه ملی افغانها توسط امارات اسلامی برگزار شود و دلیلش را حکومت گفته که رسیدگی به معضلات فعلی و بحرانهای موجود در افغانستان است. از اکثر چهره های سیاسی قابل توجه که فعلا در بیرون از افغانستان قرار دارن هم دعوت شده. فکر میکنین که این نشست بتونه یک قدم به سوی حل مشکلات فعلی باشه؟
تشکر از شما. من پیش از اینکه پاسخ شما رو بتونم فقط دو کوتاه در صحبت های دوست ما میخوایم اشاره بکنم که در 20 سال گذشته وقتی که من از سیاستمدار یا سیاسون وطن پرست گفتم، هدف من از اونهایی بودن که حاکم بودن در قدرت. بدون شک چهره های دیگه وجود داشت، اگر برشون مجال داده میشد در داخل افغانستان، بیرون افغانستان، اینا میتونستن نقش داشته باشن، ولی متاسفانه او حکومت آنقدر خود محور بود که کمتر مجال میداد. شما میبینید که 20 سال از اینا جنگ بین قدرت وجود داشت و جنگ بین کسایی وجود داشت که افغانستان رهبری کردن و متاسفانه بدم رهبری کردن. و دومی که من میخواستم تذکر بتونم که غنی که در 8 سال حاکمیت کرد، بیشتر یک حاکمیت گروهی نبود، غنی بیشتر چهره بود که متاسفانه سیاست قومی در افغانستان دامن زد. ما شاهد صحبت های مختلف از غنی هستیم و به مو خاطرم هست که اونا نتانست که یک اجماع ملی به وجود بیاره. متاسفانه غنی یک از چهره هایی بود که با وجودی که خود مغز متفکر دوم دنیا می گرفت، یک آدم تاثیر کرده می گرفت، ولی بیشتر به منافع مردم افغانستان و منافع ملی مردم افغانستان توجه نمی کرد. اصلا برای غنی منافع ملی مردم افغانستان یک تعریف درست وجود نداشت. حالا بیم برای پاسخ شما که طالبا، من هم شنیدم که بله طالبا می خواهند که یک نشستی را در کابل دایر بکنند، ولی دو چیز در اینجا مسئله است. یکی که این نشست که دایر میشه یا دعوت میشه، کدام چهره های از درون کشور اینا اجازه میتن که در این نشست شرکت بکنه. اگر این نشست مثل حکومت خود طالبا باشه که از یک گروه نمایندگی میکنه که گروه طالبان هست، و این نشست هم اگر نمایندگی بکنه از طالبانی که از ولایت مختلف افغانستان به نام روحانی و ملا و به نام دانشمند و هر نامی که سرش میگذارن اینا دعوت بکنن و نتونن یک تعریف درست از این نشست بتن، این نشست نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه. بله، در کنار علمای دین حداقل گفته شده که سیاستمدارای مختلف در اینجا دعوت شده، حتی از همین آقای غنی که گفته میشه بحران ساز بود در افغانستان از اونام دعوت شده. بحثی است که آیا در محور همچون نشست ها میتونیم یک گفتمان ملی را شکل بدیم که جامعه جهانی هم به این باور برسند که تلاش های به خاطر ایجاد وحدت ملی در افغانستان میشه؟ بله، من میخواستم امیر خدمت شما پاسخ را بکنم که در داخل کشور تا جایی که معلوم میشه اینا مراجعه نکردن به شخصیت ها و چهره هایی که بتونه اونا نمایندگی واقعی مردم افغانستان را بکنه، به خصوص زنان و جوانان، و اینا خارج از محور گروه طالبان باشن. اگر اکثریت مطلق این نشست از درون افغانستان خارج از گروه طالبان باشه، وقت ما میتونیم باورمند باشیم، امید داشته باشیم برای اینکه نشست میتونه یک تغییر را برای رفع بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته باشه. ولی طرف دیگه کنها از کشور از بیرون دعوت کردن سیاستمدارا را. ببینین اینا بازم فهرسته که میتن مراجعه که صورت گرفته تا جایی که من اطلاعات دارم با امونایی که اینا مراجعه کردن که در 20 سال گذشته علیه از اونا جنگیدن، امونایی رو دعوت کردن که عامل اساسی بحران افغانستان در 20 سال گذشته بودن، من جمله غنی. اگر چنین چهره های رو اینا دعوت میکنن، من فکر میکنم که افغانستان بر راه حل نمیرسه. اون سیاستمدارایی که در 20 سال گذشته افغانستان سیاست کردن، در قدرت بودن، به خصوص قدرت رهبری کردن، اونا چهره های سوخته و باخته هستن که دیگه اونا چانس ندارن. اینا رو مردم افغانستان اکثرتشان نفرین میکنن. اینا به نام گروه، به نام حزب، به نام سازمان، به نام قدرت در افغانستان آمدن و شما دیدین که در پایان کار اینا نتونستن تغییری رو در منافع مردم افغانستان به وجود بیارن. اگر تغییری به وجود آوردن، بر منافع جیب خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم خود، سازمان خود، تنظیم خود و حزب خود به وجود آوردن. من رای حل دیگه قسم پیشنهاد میکنم. من میدونم که اگر نشست صورت میگیره، من 3 هفته قبل امی صدا را بلند کردم در تلویزیون های مختلف، یک بار دیگه خدمت شما اینجا عرض میکنم که اگر قرار باشه که ما به خاطر رفع بحران افغانستان گام برمیداریم، باید یک کنفرانس از نخبگان افغانستان دعوت شود. این نخبگان افغانستان از درون افغانستان، از بیرون افغانستان، صرف نظر از منافع گروهی قومی و زبانی و ایدئولوژیک و صرف نظر از گروه منافع تنظیمی و سازمانی و حزبی، همین مردم افغانستان، نخبگان، تحصیل کرده ها، کسایی که دانش دارن، فهم دارن، تخصص دارن، مسلک دارن
و سیاست میفهمند، مسائل بین المللی رو میفهمند، اینا رو دعوت بکنن چه در درون افغانستان چه در بیرون افغانستان و اینا با هم یک نشست یا کنفرانس دایر بکنن و آینده سیاسی افغانستان رو برش پاسخ روشن بدن. بسیار تشکر آقای نوزاد. آیا فکر میکنین که مجمع ملی افغانها راه گشای بحران فعلی افغانستان باشه و بتونه یک صدای واحد را در قسمت خاصهای حکومت موجود به دنیا برسانه؟ دقیقاً ما نیاز به گفتمان داریم، اما گفتمان معنادار، گفتمانی که اجندای مشخص داشته باشه، از قبل اجندا و معدد مشخص باید باشه، گفتمانی که کسایی که شرکت میکنن، شرکت کننده ها مشخص باشه چه کدام چهره ها شرکت میکنن، آیا موره های سوخته، چهره های تکراری، عاملین بوران یا کسایی که منتقدین حکومت های دیروز و امروز هستند، برنامه دارن، طرح دارن به ختم بوران افغانستان، میتونن که وقتی که نقد میکنن نسخه هم بدن، آیا اینا شرکت میکنن؟ و گپ دیگه ای که تصمیم گیر کی است، چه کسایی شرکت میکنه و چه کسایی تصمیم میگیره؟ عمده تصمیم گیری است. وقتی که ما اوزار یافته ها را تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، بیان میکنیم، تصمیم که میگیریم، تصمیم کی میگیره، کیا میگیرن، آیا تصمیم در محور منافع ملی گرفته میشه برای ختم بوران یا تصمیم به خاطر برافشانی امارت اسلامی گرفته میشه، آیا تصمیم در محور منافع ملی گرفته میشه یا در محور منافع تیمی و گروهی و قومی گرفته میشه؟ این بسیار مهم است برای مردم افغانستان. نیاز است گفتمان، گفتمان معنادار، گفتمان است که شرکت کننده کسایی باید باشه که دارای برنامه باشن، دارای اهداف باشن، شمول فکر بکنن، در محور منافع ملی تصمیم بگیرن، نظر بدن، یافته ها و داده ها را تجزیه و تحلیل در محور منافع ملی بکنن، نه گروهی قومی سمتی تباری. او کشا شرکت باید بکنن و تصمیم گیرم امی کسایی باید باشه که واقعا این وطن گور خود و گواره اولاد خود نند، وابسته به غیر نباید باشن، اینا با تصمیم بگیرن. این فرایند خوبی در قبال خواهد داشت و اگر نه که ما کم ماف سابق به شکل پوپولیستی نشست های را ما دایر بکنیم و دعوت از موره های سوخته و چهره های تکراری که عامل بوران هستند بکنیم، نه تنها بوران ختم میشه، بوران تجدید میشه، میریم به فاز جدید بوران که رفتیم، جنگ های داخلی تجدید میشه، افغانستان به طرف تجزیه میبره، مسئلهش به دوش کسایی است که حاکم هستند یا سیاست کارا ندارن یا جنگ سازماندهی میکنن در افغانستان. این مسئله تو چهره هایی که میگن آقای نوزاد موره های سوخته هستند، حالا میگن کسایی هستند که همروزه هشدار می تن تلاش میکنن که حملات مسلحانه در مقابل نظام داشته باشن، خود را بخش از افغانستان میدونن، اگر با اینا صحبت نشه که جنجال ساز هستن، مشکل میسازن برای مردم افغانستان، برای وضعیت فعلی افغانستان، با کیها باید صحبت شد؟ شما ببینید کسایی که فعلا عملا به شکل مسلحانه که کتمان میکنه امارت اسلامی را در مناطق مختلف افغانستان، جنگای چریکی جریان داره در گوشه و کنار، اکثرا کسایی هستن که اینا رابطه تنگاتنگ با مورای سوخته نداشتن و ندارن، دیده میشن اینا مورای سوخته هستن که تشویق میکنن، ترغیب میکنن در آتش جنگ بنزین بریزن. به خاطر چی؟ به خاطری که ثروتشان حفظ شوه، قدرت عدس دادین، ثروت باد آورده حفظ شوه. این کار اگر میکنه بر قومی که تعلق داره موری سوخته، اگر او قوم مربوط، اگر موری سوخته پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزار است، پشه اینسان است، او به درد وطن نمیخورن. از بشوارهای گود با تحت عناوین مختلفی که آمدن که موره های سوخته یا امو سه سر ارتجاعی که از مکتب کمونیسم آمدن، از مکتب اسلام آمدن، از مکتب دموکراسی آمدن، اینا به درد وطن نمیخورن، اونا هستن که باید وا حذف شوند. اموشتا که واقعا چهره های اصیل افغانستان اونا حذف سیاسی کرده بودن، امروز زمانش فرا رسیده که اونا حذف سیاسی شوند. نه تنها حذف سیاسی، حتی زمینه بازداشت و تعقیبشون مساعد شوه، از وا حساب گرفته شوه که توی ثروت باد آورده را از کجا کردی؟ این قصرهایی که دور کردی، ماشالا سنشتا از کجا کردی؟ امروز که زنده تو هنوز هم جنگ پکم میکنی، سلام میخری، خریداری میکنی، تجهیزات روان میکنی، وعده میکنی، این از کجا کردی تو؟ پدرت تجار بود، بابا کلان تجار بود، اگر تو پشتون هستی خائن، اگر تو تاجک هستی، اگر ازبک هستی، هزار هستی، پشهیستی، نورستانی هستی، هر کسی که هستی، توی تو خائن ملی، این از کجا کردی؟ از یا حساب گرفته شوه. اگر امارت اسلامی به جای که از یا حساب گرفته شوه، بستر سازی به حساب گیریشون که یک نظام مقتدر ملی میتون از یا حساب بگیره، او را بستر سازی به او تو یک نظام بکنه، به عوضش یا را دعوت بکنه، من فکر میکنم که خود یا انتحار سیاسی میکنه. این دیندار تاریخ میرن که اگر این کار بکنن. ممنون آقای کارمند. حالا شرایط تغییر کرده، وضعیت متفاوت است با تصمیم هایی که امارت اسلامی گرفت، نظریات دنیا هم تغییر کرد. سوالی که اینجا پیدا میشه او این است که فکر میکنین پس از 9 ماه گذشت حکومت امارت اسلامی، خواست های دنیا از روز اول تا اینجای کار تغییر کرده باشه؟
ببینین طالبا در 9 ماهی که در حکومت هستن کدام خواست بر حق مردم افغانستان پاسخ دادن که ما بگویم از هدف از صحبت ما از تغییر وجود داشته باشد؟ هنوز هم دروازه مکاتب برای دخترها بسته هست، هنوز هم حقوق بشر در افغانستان رعایت نمیشه، هنوز هم صلح امنیت در کشور به وجود نامده، هنوز هم یک حکومت تک گروهی و تک ایدئولوژیک در قدرت هست، هنوز هم طالبان میخواین حرف اول و حرف آخر را بزنن. کجای کار تغییر آمده که ما بگوییم جامعه جهانی و مردم افغانستان اینا کنار بیان با طالبان و تعامل ایجاد بکنن؟ طالبان اگر همین نشست هم که اینا دایر میکنن، همین نشست خودش نشان میده که اینا باز هم کوشش میکنن که گروه خودی خود در کابل جمع بکنن و بخواین برای مردم افغانستان اعلان بکنن که اینا ما یک نشست دایر کردیم و میریم به طرف تغییر. تغییر باید به چهره مردم افغانستان ببینید. امروز مردم افغانستان متاسفانه مسئولیت فیزیکی و روانی ندارن. مردم افغانستان رو ترک میکنن و کوشش میکنن به نوع از آنها از افغانستان بیرون شوند. مردم افغانستان در یک بحران کلان اقتصادی به سر میبرند. این همش پرسش‌هایی است که متاسفانه در 9 ماه گذشته طالبان نتونستن پاسخ درست بدن. ما برای میخوایم بگویم که اگر نشست صورت میگیره، اگر آرزو و آرزومندی به خاطر تغییر به افغانستان وجود داره، اگر ما گذار میکنیم به طرف از اینکه جامعه جهانی جهان افغانستان به رسمیت بشناسن، ما باید به خواستهای بر حق مردم افغانستان پاسخ بدیم، حق اولیت برای مردم افغانستان بدیم، حق اولیت به اونهایی بدیم که در 20 سال جنگ افغانستان، در 43 سال جنگ افغانستان متاسفانه قربانی شدن، از نا استفاده ابزاری صورت گرفته و امروز هم استفاده ابزاری صورت میگیره، به خصوص از جوانان و زنان افغانستان. وضعیت موجود متاسفانه در جهت مثبت روان نیست. طالبان باید یک بار امی آینه را پیش رو خود بگذارن، ببینن خود یک بار دمی آینه که آیا 9 ماه گذشته که اینا در قدرت و در حاکمیت بودن اینا موفق بودن یا نبودن. دیدگاه ما طوری است که متاسفانه افغانستان به طرف ناامنی، به طرف بی‌ثباتی، به طرف بحران، به طرف بحرانش اقتصادی و سیاسی روان هست و امروز شما بخواید نخواهید مردم افغانستان استادگی میکنن به خاطر گرفتن حقشان. و اگر گرسنگان در روی سرکا بیرون شدن و اگر اونهایی که عدالت و حق میخواهند در روی سرکا بیرون شدن، طالبان نمیتونند که اینا رو به زور مرمی، به زور شلیک مرمی اینا رو دوباره به خانه‌هایشان بفرستند. این مردم بالاخره ضرورت به تغییر در درون جامعه افغانستان دارند و این تغییر طالبان باید بپذیرند و طالبان یک چیز متوجه باشند که در 20 سال گذشته افغانستان حکومتی که آمده بود با میلیاردها دلار و با 47 کشور رو حمایت کردن و این حکومت فاصله بین اونا و مردم زیاد شد، چرا شکست خورد؟ برای اینکه عامل اساسیش فساد بود، عامل اساسیش فاصله بین حکومت و مردم افغانستان بود، عامل اساسیش دروغ بود، عامل اساسیش فریب مردم افغانستان بود و سیاست‌های ریاکارانه بود که این حکومت پیش برد. طالبان متاسفانه بخش دیگه از اون حکومت است که امروز ادامه میدن. اینا همچنان باید ببینن، توجه بکنن که خواست مردم افغانستان چی است. خواست مردم افغانستان بسیار ساده هست اگر برش پاسخ داده شود. متاسفانه ما در رای که روان هستیم، افغانستان دیگه هم به طرف بی‌ثباتی میره و این بی‌ثباتی افغانستان میبره به طرف جنگ ها و بالاخره مردم افغانستان مجبور میشن که سرنوشت خود را تعیین بکنن. اما طور گفته شده که زور مردم زور خدا هست و ما باید متأکد به این باشیم که مردم افغانستان مردم 20 سال پیش نیست، مردم 30 سال پیش نیستند، به خصوص جوانان و زنان افغانستان باید برخواست از اینا پاسخ داده شود. اون وقت است که ما میریم به طرف یک تعامل جهانی. تا زمانی که ما خانه خود را درست جور نکنیم، وظیفه خانگی خود را به نحو شایسته انجام ندیم، نه تعامل با مردم افغانستان ایجاد میشه و نه تعامل با جامعه جهان. ممنون. ادامه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. آقای نوزاد، حالا با در نظر داشت تمامی این حساسیت ها و فرصت هایی که مثل نشست ازبکستان برگزار می شود، یک بار دیگر برای مردم افغانستان و حاکمیت موجود در افغانستان سکو داده می شود که بتوانند صحبت های خود داشته باشند، چگونه باید استفاده شود؟ چه صحبت های عمده باید شود؟ برای بیرون رفت از بحران چه است؟ رای بیرون رفت از بحران پایان دادن به افتراق اجتماعی سیاسی است. پرداختن به حل عادلانه مسئله ملی است. مشکل در دین مذهب نیست. مشکل در توزیع و در توزیع ثروت قدرت است. که ثروت قدرت به صورت عادلانه در چارچوب پرداختن به حل عادلانه مسئله ملی به شکل درستش اساسی تقسیم نشده، توزیع نشده.
قدرت تقسیم شده بین مافیای قدرت در گذشته. قدرت بعد از تشخیص اوزه منابع باید توزیع شود به صورت عادلانه قدرت ثروت. این هدفتان از این ثروت چی است؟ چه چیزی میتونه که خب تقسیم شود بین مردم افغانستان؟ آنچه که برای مردم افغانستان عایز اهمیت است فعلا در تصمیم گیری ها باید این بسیار مهم گپ است که این تقسیم باید شود. در تصمیم گیری یک گروه، یک حلقه، یک قوم، یک تبار، یک سمت، یک مذهب نباشد، یک جنس نباشد. بسیار مهم است وقتی که ما در عرصه سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می خواهیم که برنامه ریزی کنیم، یافته ها و داده ها را تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، بیان کنیم، می خواهیم تصمیم بگیریم که چگونه ما نسخه بدیم. در می دادن نسخه که تصمیم گرفته می شه باید تمام لایه های اجتماعی شریک باید باشند. اینه میگن پرداختن به الادنانی مسئله میریم. هویت با حفظ هویتش، هر قوم با حفظ هویتش در ساختار حکومت، در ساختار نظام نقش اساسی در تصمیم گیری باید داشته باشند. در سطح بین المللی با حفظ هویت کشوریشان باید بتوانند با کرشوی رفتاری یکسان عمل باید بکنند، توازن در اوجام در نظر گرفته شود. چیزی که مشکل ما داریم همی است، مسئله دین، مسئله مذهب، مسئله چادری و مسئله حجاب و این مدوته هایی که برسانه ها که کم بگو زیاد نگو این طور بگو بلنف مگو بزر مگو این درد مردم درمان نمی کنه. این مدوته ها نه تنها به خیر مردم افغانستان نیست، در میوار منافع ملی افغانستان نیست، این حتی امارت اسلامی را بیشتر از پیش مزایم می کنه. افغانستان هم کاملا به فراموشی جهان میسپره که چگونه کشوری است که پشت گپای بسیار خرد کوچک میگردن. ما پشت گپای بسیار کلان باید بگردیم. مردم افغانستان از هزارها سال قبل مسلمان بوده، میدونن که چی را سر کنن که حجابشان به شکل درستش تامین شود، چی بتونه برشان واقعا عزتشان حفظ بکنه. این مردم میفهمه این نیاز به درس نیست. ما رئیس یک فامیل هستم، نیازی نیست که به من کسی درس بده که تو چگونه دخترت چادر بپوشه، چگونه حجاب در نظر بگیره. ما مسلمان بودم، مسلمان هستم، مسلمان زاده هستم و درس اسلامیت به اولاد خود دادیم. همین شکل هر خانواده، هیچ به ملاه نیاز نیست، هر خانواده میفهمه چون مسلمان هستیم. در اینجا 99% مردم افغانستان مسلمان هستند. ما پشت گپای فرعی میگردیم، پشت گپایی که اصلا ما را هم از عذاب مردم ما دور میکنه، هم از دین دور میکنه، هم از عذاب دور میکنه، هم از جهان دور میکنه. این گپا فایده نداره برای ما. بهتر است که در تمام تصمیم گیری ها چیزی که مطابق سوال شما مردم افغانستان با شریک باید باشن، این میتونه بوران افغانستان را ختم باید بکنه. بوران افغانستان نیابتی است. ما دیگه تا چه وقت به نیابت دیگرها بجنگیم؟ هر حزب سیاسی که به نیابت کشورهای مغرض همسایه و جهان میجنگه، جنگیده و میجنگه، سیاست میکنه، اشتباه کرده، گناه کرده، از مردم افغانستان پوزش میخواد. هر نخبه که میکاره کرده به نام نخبه کرده، هر جریان نظامی که کار کرده از مردم افغانستان پوزش میخواد. مردم بشناسشونه که چه کسایی به نیابت در تو 46 سال به نیابت کشورهای مغرض همسایه در افغانستان به نام اسلام، به نام کمونیسم، به نام دموکراسی جنگیده. زیر سه شعار جنگ نیابت در افغانستان کردن. اگر کمونیستاش بودن، اگر کسایی که به نام اسلام اومد تجار اسلام بودن، اگر کسی تجار دموکراسی بود همی کارا کردن. مردم افغانستان میشناسه اگر او خود کتبون بکنن مردم شناخته شدن. بهتر است که پیش از اینکه مردم اونا از وای حساب بگیره خود پوزش از مردم بخواین که ما می بد کده بریم دیگه می بد نمی کنیم. هر کسی که باشه، از هر راسی که باشه، ولو که حزب عمو همی اشتباه را کده باشه، از مردم پوزش باید بخواه. ما با اون بتیم با جنگ نیابتی، با جنگ استخباراتی تا چه وقت ما جاسوس کشورهای مغرض همسایه و بیگانه باشیم؟ او خود پای منافع خود هستن. بین که ما به جایی که جاسوسی به کشورهای مغرض همسایه بکنیم، به هر تنظیم، هر گروه، هر حلقه که چی حاکم هستیم، چی محکوم هستیم، چی حزب سیاسی هستیم، چی مسلط بر اوضاع هستیم، اگر تعلق داریم، بین که ما سر منافع ملی خود فکر کنیم، این وطن گور خود و گوراد خود بدیم. در اینجا بین که ما دیگه برشکرکشی ها تاریخ تکرار نکنیم. تاریخ تکرار، ما نظام های تک قومی، تک حزبی، تک جنسی را تجربه کردیم. تاریخ تکرار چرا میشه؟ چرا لشکرکشی که امیر عبدالرحمن خان کرده بود، نادر خان کرده بود، در دیش منفی است که ما نه ملت دولت شدیم، امروز هم ما شروع کردیم. اگر کسی اشتباه کرده بین از طریق گفتگو مشکل کنیم. لشکرکشی نه تنها درد درمان نمیکنه، بلکه این بوران چاقتر میکنه، فربهتر میکنه و از این سود کشورهای مغرض همسایه میبره و چهار تا مزدوری که وابسته به ناسن میبرن. بسیار تشکر آقای کارمند. به عنوان آخرین پرسش از شما میخواهیم بپرسم، چه فکر میکنین رای حل چه است؟ تشکر شما. ما پیش از او که یک پاسخ شما را بتون میخوایم خدمت جناب نهضت مطرح کنیم دوست ما، که یک سر واژه هایی را که ما اینجا استفاده میکنیم بسیار خوب است که دقیق باشه. مثلا اینجا گفته میشه چند بار که کمونستا، من فکر میکنم که این یک نوع واژه بود که در جریان جنگ سرد، برای جریانی که در افغانستان حاکم بود گفته میشد.
ببینین یک نوزاد یک حزب آمد در قدرت به نام دموکراتیک و واژه کمونیستا یک مقدار واژه هست که به مو آلت نمیخورد. اونا کسایی بودند که میخواستن برای مردم افغانستان خدمت بکنن، ولی متاسفانه جنگ در درون افغانستان و همین جنگ نیابتی و همین 46 کشوری که در 20 سال گذشته در افغانستان بودند، او دوران در مقابل مو حاکمیت قرار گرفتن و نخ اجازه ندادند که در افغانستان تحولات بیاید و چیزی به نام جهاد در ایران و پاکستان سازماندهی کردند. و متاسفانه ما امروز میبینیم که جهاد هدفش و مسیرش در کدام سمت بود و افغانستان به کدام مسیر و به هدف رفت. اگر کدام روز در یک کدام بحث دیگه دی مورد بود حتما مفصل‌تر صحبت خواهد کردیم. ولی ما میخواستم خدمت شما عرض بکنم که به خاطر رفع بحران در افغانستان، ما اگر میخواهیم جغرافیه به نام افغانستان حفظ بکنیم، اگر ما میخواهیم منافع تمام مردم افغانستان ایجا تامین بکنیم از تمام اقوام زبانان از زبانهای افغانستان، اگر ما میخواهیم منافع جوانان و زنان افغانستان تامین بکنیم، ما درست باید از یک تعریف دقیق تر از منافع ملی داشته باشیم، یک. و دومی که تمام مردم افغانستان حق بتیم که در سیاست و در قدرت افغانستان نماینده هایشان نخبگانشان شریک باشند. نباید ما برای سیاستی که فعلا در افغانستان حاکم است که یک گروه، یک ایدولوژیک و یک قوم و یک جنسیت میخواه حاکمیت خود ادامه بده، نشان داد 9 ماه گذشته که این نمیتونه ما را به سرمنزل مقصود برسانه. بهترین همی است که ما سیاست را اختیار بکنیم که منافع مردم افغانستان باشه. من نمیگم که اینجا تقسیم صورت بگیره مثل حکومت 20 سال گذشته که 5 نفر از این قوم، 5 نفر از این قوم، 5 نفر از این محل. نه، برعکس، ما باید نخبگان سیاسی را از اقوام زبانهای مختلف افغانستان باید اینجا بکشانیم. در غیر از افغانستان میره به طرف جنگ های دیگر، افغانستان حتی میره به طرف از یک حتی ممکن است این کشور جغرافیه به نام افغانستان ما نتانیم حفظ بکنیم. به مو خاطر من تاکید میکنم که باید افغانستان برای همه و با همه ساخته شود، نه ای که یک گروه یک قوم بتونه در اینجا حاکم باشه. دومین مسئله این است که متاسفانه در 9 ماه گذشته ما تعریف دقیق از یک نظام نداریم که چه نوع نظام در درون افغانستان وجود داشته باشه. ما درست است که یک نظام داریم به نام امارات، ولی این تعریف دقیق نیست. باید نظام ایجاد شود که مردم افغانستان او را میخواهند، به طرف یک رفراندوم به طرف مردم افغانستان باید مراجعه صورت بگیره که مردم افغانستان کدام نوع نظام میخواهند، جمهوریت، امارات یا شکل دیگه. و گپ سیومی که باید حکومت ایجاد شود که اینمی حکومت بتونه اینمی بحران در افغانستان به طرف ازی بره که بحران نجات پیدا بکنه. در غیر از ما شاهد وضعیت بسیار بد در درون افغانستان خواهد بودیم و افغانستان شاهد شکست و ریخت بیشتر از امروز خواهد بود. ممنون، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم. هر یک آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل بودن و همچنان آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما اینجا در استودیو. با سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.